دکتر کریم پاکزاد تحلیلگر روابط بین الملل از پاریس با ما است و روی این مسئله صحبت میکنیم. سلام شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه. بحثی که حالا دموکرات ها در پایان ماموریتشان از آقای اوباما تا جان کری مطرح میکنن، حکایت از پیروزیشان در جنگ افغانستان، استقامت ایالات متحده و در نهایتش ماندن ایالات متحده در افغانستان، حالا با توجه به عملکرد و کارکردی که دموکرات ها در 8 سال گذشته داشتن، آقای ترامپ چی خواهد کرد با این همه مواردی که مربوط افغانستان میشه؟ ببین، قبل از اینکه روی اصل موضوع بیاییم، اینو باید اشاره بکنیم که اداره اوباما دموکرات ها در پایان ختم در پایان ماموریت خود، اینا سعی میکنن که دستاوردهایی را که در سیاست داخلی یا خارجی دارند اینا را بزرگ جلو بدن و به خصوص مسائل را به میان بکشن که این مسائل تا حد اداره بعدی امریکا یعنی ریاست جمهوری آقای ترامپ در مقابل قرار بدن. اگر ما شما متوجه شده باشین که برای اولین بار امریکا دو هفته پیش برای محکومیت اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل از اوتوی خود استفاده کرد و این ترتیب یک نوع به اصطلاح ترامپ در مقابل یک حالت قرار داده که بعد از این نباید در مورد شرق میانه مخالفت با سیاست های دوری قبلی بکنند. همچنان در مسئله قرارداد اتمی با ایران، همچنین در مورد اخراج دیپلمات های روسی و در مورد افغانستان اگر برگردیم ببینیم، آنچه که آقای کری به او اشاره کرده این یک واقعیت است. واقعیت است که در همون سال 2014، اگر ما امروز برگردیم به تابستان 2014، زمانی که ما مشاهده میکنیم که بین دو تیم انتخاباتی که هر یکی از این مدعی پیروزی بودند، حالا زمان این گذشته که ارزیابی بکنیم که واقعا کدام یکی از این تیم‌ها در حالت پیروزی بودن یا اسکیم کانات پیروزی بیشتر داشتن، ولی آنچه که مهم است برای امریکا این که هر دو تیم ادعای پیروزی داشتن و در چنین حالت این مسئله واضح بود که در اون زمان امریکا تمایل بیشتر و یکی از این تیم‌ها داره، تیم‌هایی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 2014 امکان این که اون به رئیس جمهور انتخاب شود نبود. از این لحاظ است که اتفاقا ما معتقد هستیم که آقای کری با پلان صلح را که بر اساس تقسیم قدرت بین دو کاندید دو تیم ایجاد کرد، در یک از تنش بیشتر در افغانستان جلوگیری کرد. من معتقد نیستم، من در نظر ندارم که در اون حالت اگر هم توافق بین این دو کاندید صورت نمیپذیرفت، احتمال یک جنگ یا یک مبارزه مسلحانه بین دو تیم به وجود می آمد. نه، من فکر نمی کنم، به خاطر اینکه یکی از این تیم ها به خصوص تیم آقای اشرف غنی دارای پایگاه مردمی قوی نبود در افغانستان. اگر به یاد داشته باشین در انتخابات قبلی 2009 آقای اشرف غنی فقط 2.4% آرا را در انتخابات رئیس جمهوری برده بود. اینکه پایگاهی در افغانستان، تمام قدرت سیاسی و مسلحانه روی پایگاه های قومی استوار است. از این لحاظ است که فقط نیرویی که در پالوی تیم آقای اشرف غنی به طور متشکل وجود داشته آقای دوستان بود و بغیر از او تیم دیگه که دارای چون قدرت مسلحانی می بود وجود نداشت. و فکر نمی کنم که در اون زمانم اگر اختلافات به اوج می رسید آقای دوستان در یک رو در روی مسلحانه با تیم آقای دکتر عبدالله و متحدین از او قرار می گرفت. ولی حالا این مسئله تشکیل حکومت وحدت ملی را آقای کری یک دستاورد بسیار کلان دانسته، در حالی که در افغانستان اگر یک نظر بندازیم سیاسیون در محافل سیاسی در رسانه ها معمولا حکومت وحدت ملی را به ناکارایش تاکید میکنند و آغاز بدبختی ها از یک جهت در افغانستان بحث های اقتصادی و سیاسی و امنیتی مطرح است که مرتبط دانسته میشه به ضعف مدیریت، اختلاف هایی که وجود دارند. این موارد را اگر مقایسه بکنیم اینجا یک تناقض بسیار جدی وجود ندارد؟ آقای کری چرا بیاید اینقدر بزرگنمایی بکنه این بحرانی که در افغانستان حاکم است؟ ببینید، شما دو موضوعی کاملا جداگانه را مطرح میکنید. یکی حکومت وحدت ملی از نگاه افغانها، از لحاظ از اینکه این حکومت تا چه حد
قانونیت یا مشروعیت داشت و بعدا تا چه حد ای در اعمال خود در کارهای خود موفق بوده. این یک طرف مسئله است. ولی از نگاه امریکایی ها اگر نظر بگیریم، امریکایی ها در اون زمان در یک مقطعی قرار داشت که تنش میان نیروهای ضد طالبان در دولت افغانستان این موجب از این میشد که یا امریکا هرچی بیشتر در امور داخلی افغانستان مداخله بکنه، یعنی از خروج نیروها و یا از پایان بخشیدن وظایف ناتو در افغانستان صرف نظر بکنه، یا اینکه افغانستان به کلی ترک بکنه. از این لحاظ است که ایجاد و حکومت وحدت ملی توسط آقای کیری برای امریکا یک پیروزی بود، ولی برای افغانها این حکومت به هیچ وجه حکومت پیروزمند نبود. به علت از این، اول این مخالف قانون اساسی افغانستان بود، دوم اینکه این حکومت وحدت ملی واسه دو تیمی که هر دوی از دو متهم و تقلب در انتخابات بود صورت پذیرفت و خود امین ماهیت ایجاد چنین دولت یا چنین حکومت امکانی از اینکه این در عمل در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره کارآمد باشد نداشت. از این لحاظ است که حتی این حکومت امو فیصله هایی را که در این سند رسمی تقسیم قدرت بین خود امضا کردن امور هم اینا قادر نشدن عملی بکنن. نه لویجرگی دعوت شد، نه تغییرات در قانون اساسی به وجود آمد، نه وظایف و صلاحیت های ریاست اجرایی تعیین شد، هیچ نه انتخابات صورت پذیر، هیچ یک از آنچی را که در سند این حکومت ایجاد شده بود به هیچ وجه عملی نشد. از این لحاظ است که من فکر میکنم برای افغانها و برای افغانستان موجودیت حکومت وحدت ملی ممکن از یک تنش جلوگیری کرده باشه، ولی در عین حال یک گام به عقب بوده. بله، آقای اوباما افغانستان را جای خطرناک میدانند. هم در پیامی که روز گذشته داشت بر مبارزه دامدار امریکا تاکید کرد. حالا این یک طرف قضیه، طرف دیگر هم دلخوشی از حداقل جنگ‌های داخلی که صورت نپذیرفت یا به وجود نیامد میکنند. حالا واقعا افغانستان اینقدر خطرناک است؟ چرا خود امریکایی‌ها اینقدر تناقض‌گویی میکنند؟ یک طرف خطرناک میدانند کشور را که با حضور خودشان، و طرف دیگر هم میگن که ما دستاورد کلان داریم. ببینید اون زمانی که آقای بوش تصمیم گرفت که به افغانستان حمله کند و بعد از این حمله امریکا دچار یک جنگ پرمصرف و طولانی شد، اینا مجبور هستند دلایل بتراشند برای افکار عمومی امریکا و برای جهان تا توجیه بکنند حضور خود در افغانستان و جنگی که تا این 14 سال در افغانستان دوام میکنه. ولی من شخصا معتقد هستم که از یک طرف فکر نمیکنم که ترامپ همون سیاست اوباما و سیاست بخصوص قبلی محافظه‌کارهای امریکا را در افغانستان پیش ببره. احتمال از این داره که ترامپ کمتر متحد باشد در مورد افغانستان. ما فکر میکنم که شرایطی به وجود آمده که شرایط اگر قبلا به وجود میامد، یعنی که امریکا هر چی کمتر در امور افغانستان مداخله کنه، این به نفع افغان هاست. من فکر میکنم که رای حل معزله افغانستان، جنگ افغانستان، تمام بدبختی هایی که در افغانستان وجود داره، این فقط و فقط در کادر و چوکات منطقه میتونه حل شود. من فکر میکنم کشورهای زیدخ، 5-6 کشوری که در افغانستان نقش اساسی دارن، مانند پاکستان، ایران، روسیه، چین، هند، این کشورها، در میان این کشورها احتمال حاصل شدن یک راه حل برای پایان بخشیدن به این معضله افغانستان بیشتر وجود دارد تا اینکه توسط امریکا. ممنون آقای دکتر.